سلام. خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، وفادار ماندن آمریکا به توافقنامه دوحه یا تمدید زمان. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه ABC تأکید میکند که خروج نیروهای آمریکایی مطابق بر ضرب الاجل تعیین شده در ماه می دشوار خواهد بود، و اما خروج کامل این نیروها در مدت زیاد طول نخواهد کشید. ماه می روز خروج نیروهای آمریکایی یا تمدید حضور. آمریکا در حال بر تبر خروج نیروهایش از افغانستان میکوبد که جان سابکو، بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، گفته است که کاهش کمک‌های آمریکا به حکومت افغانستان به فروپاشی حکومت منجر خواهد شد. و اما آیا تکرار سناریوی دهه 90 در انتظار افغانستان است؟ آقای هریک، جناب آقای حکمت الله حکمت، آگاه مسائل نظامی از طریق خط اسکایپ از سویدن، و همچنان آقای سید علیرضا محمودی، رئیس مجمع ملی مردم افغانستان، تا لحظات بعد با ما خوان پیوست. آقای حکمت، سلام بر شما. به اصل با شما آغاز میکنم. فکر میکنین چرا آمریکا ضرب العجل تعیین شده در باب خروج نیروهایش را از افغانستان دور میزنه؟ فکر میکنین؟ سلام جناب کرویسر، صدا شما، سلام به همکارای شما و بیننده های خوبی خورشید. در حرف های اخیر آقای جو بایدن یک سیاست دیپلماتیک ادبی به کار رفته که در اوجا اینها به طوری وانمود ساختن که الا اول می کار دشوار هستند که اخیری سرباز امریکا و متحدینشان افغانستان را ترک کنند، ولی در عین وقت ی را هم اشاره کردن که اگر طالبا بر تعهداتشان در بعض مسائل به توافق برسن، این کار ناممکن نیستن. و در عین وقت ی را هم به طور واضح گفتن که ما و متحدین ما برای ماندن دیر و یا دائمی در افغانستان برنامه نداریم. پس گفتم میتونیم که خروج 3500 یا 2500 نیروی امریکایی از نگاه لوجستیکی مشکل نیستند. چند روز قبل نیویورک تایمز یک تحلیلی را در این مورد نشر کردن که به اوجا 3 قوه امریکا را در افغانستان به بررسی گرفتن که قوه بشری ممکن هستند در ظرف یک هفته دو هفته انتقال داده شوند. قوه تخنیک و قوه استخباراتی که در اوجا وجود دارن این کار دشوار هستن، باید به این مورد زمان برای شان داده شون تا این قوت ها را هم به شکل منظم و منسجم مطابق برنامه خودشان بیرون ببرن. درست. چیزی که در این مورد نو هستن نیستن که امروز در حاشیه جلسه مسکو وزیر امور خارجه روسیه آقای سرگی لاوروف به طور جدی از ایالات متحده امریکا و از گروه طالبان خواست که قرارداد دوحه را که در نتیجه تلاش های مسکو، پیکین، واشنگتن و جامعه جهانی به دست آمدن او محتوا را رعایت کنند و هر کدامشان در مورد تعهداتشان صادق باشند. درست. اما آقای حکمت، آقای بایدن بحث خروج تمامی نیروهایش را از افغانستان قریب الوقوع میداند. عدم قید زمان مشخص در باب خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان فکر میکنین به چه معنا میتونه باشه؟ دو دلیل وجود دارند. اول دلیل بیرونی که بیشتر دلیل منطقی هستند. پاکستان و ایالات متحده امریکا هنوز هم به توافق نرسیدند که بعد از خروج قوای ایالات متحده امریکا و ناتو در افغانستان چی اتفاقی میفتند. امریکایی ها خواستار یک ضمانت حقیقی از طرف پاکستان هستند که نباید سناریوی دهه اخیر قرن گذشته تکرار شود. البته این حرف غیر رسمی نیستند، ولی معلوم میشن که پاکستانی ها همینطور که همیشه در حرفشان صادق نیستند، یه بار هم زیر اشتباه امریکایی ها و اعضای ناتو غربی ها هستند. دوم که در بخش داخلی، متاسفانه در بخش داخلی امریکایی ها طی 20 سال، خصوصا طی 7 سال اخیر، یک متحد سیاسی را به نام حکومت افغانستان داشتن که نه تنها که در مورد سیاست داخلیشان موافق نبودن، بلکه در مورد سیاست بیرونیشان خصوصا با متحدینشان هم صادق و موافق نبودن. به این خاطر هم سیگار هر هفته برای شما گزارش میتن که با ترک کردن قوای امریکایی
در کابل تهدید وجود دارن و این تهدید باعث سقوط کابل میشه درست. و دستاوردهای 19 ساله ممکن هستن که از بین برن. به این خاطر هم هستن که امریکایی ها بسیار محتاطانه پیش میرن. فکر میکنم که بوازی میخواهیم که وقت زیاد بیشتر داشته باشن تا که تصمیم نهایی را اتخاذ. درست. اما آقای حکمت، آقای بایدن اشاره میکنه به توافقنامه آمریکا و گروه طالبان که در تاریخ 29 فوریه انعقاد شد. گفته میشه که آقای بایدن اشاره میکنه که توافقنامه 29 فوریه یک توافقنامه جامع نیست. با اینکه پرونده صلح و جنگ افغانستان و پرونده توافقنامه 29 فوریه زیر ارزیابی و حلاجی آمریکا قرار گرفته، در نهایت امر آمریکا با سرنوشت توافقنامه چگونه تصمیم اتخاذ خواهد کرد؟ خب این حرف درست هستن که توافقنامه دوها واقعا در اون وقت هم ما این حرف گفته بودیم که کمبوتات داشتن، خلاهای وجود داشتن، هم از نگاه حقوق بین دول، هم از نگاه روابط بین حکومتین و هم از نگاه پروسه صلح افغانی. در قدم اول این قرارداد بین تحریک طالبا و ایالات متحده امریکا با وجود ذکر که جهان در اونجا حضور داشتن قسما زمانت دادن و این گزارش از تایید شورای امنیت هم برخوردار شدن، ولی به هر صورت حکومت افغانستان در قسم جامعه مدنی افغانستان، مردم افغانستان در این پروسه به حد لازم اشتراک نداشتند. دومی که وقتی که قرارداد امضا می شدن در ایالات متحده امریکا حکومت آقای ترامپ در واقع داشتن برنامه ریزی می کردن برای انتخابات ایره به حیث یک دستاورد پیش کنن، ولی متاسفانه او هم بردارشان نخوردن انتخابات باختن. بنان حالی که ارزیابی ایالات متحده امریکا از قرارداد دوها هستن به معنی رد قرارداد نیستن، به معنی تکمیل آن خلاهایی که در این قرارداد وجود داشتن هستند و ما امیدوار هستیم که این خلاها هر چه زودتر به علنی شوند تا که ما این پروسه را پیش ببریم. درست. حکمت صاحب، شما در صحبت‌های قبلیتان از نشست مسکو یادآور شدین، باورهای غالب در باب پرونده توافقنامه آمریکا و گروه طالبان این است که آمریکا با پیگیری روند مذاکرات انقره ظاهرا به مذاکرات میان افغانان و به توافقنامه 29 فوریه پشت کرده، واقعا رفتن به جهت نشست انقره به معنای بستن پرونده دوحه و توافقنامه 29 فوریه است؟ برعکس جناب قریشی صاحب، امروز در بیانیه اساسی آقای سرگی لاوروف هم یه موضوع تذکر داده شد که ما پروسه مسکو و بعد تعقیب پروسه ترکیه را به خاطر ازی کردیم که پروسه دوحه را تقویت بتیم و اونها تشکر کردن از کشور قطر میزبانی پروسه را به دوش گرفتن. یعنی آقای حکمت، به بار شما تا اینجای کار روسیه با آمریکا متفق القول و همرکاب دارن در باب صلح افغانستان پیش میرن؟ به هیچ وجه 100% نه. تا حد منافع خودشان روسیه و ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان توافق دارن. یکی از مسائلی که در ظاهر این دو کشور دو ابرقدرت توافق دارن در مسائل جهانی موضوع افغانستان هستن. امروز باز هم میرم به حرف آقای سرگی لاوروف. سرگی لاوروف برای دو طرف جنگ افغانستان، حکومت و طالبا، واضح هم گفتن که جنگ شما باعث تقویت و تداوم تروریسم در افغانستان است که تهدید به همسایه ها است که هدفشان هم روسیه بودند. جنگ شما باعث تداوم مواد تجارت مواد مخدر هستند که روسیه از این آسیب پذیر هستند. و جنگ شما بالاخره باعث از این میشن که ما تشویش داشته باشیم و شما باید این پروسه را، یعنی جنگ خاطر. درست. آقای حکمت، اگر صحبت های آقای سرگی لاوروف را نقد بزنیم، پل بزنیم با صحبت های آقای پوتین، چند قبل آقای پوتین عنوان کرده بود که خروج نیروهای نظامی آمریکا منطقه را با چالش‌ها مواجه خواهد کرد، تمایل روسیه بر دوام حضور آمریکا در افغانستان فکر می‌کنید به چه معنا میتونه باشد؟ چون بحث فعلا محلش روسیه است، این سوال در سخن مردم افغانستان بیشتر متبادر میشه. در چندین برنامه که ما با شما داشتیم قریش سالی حرف گفته بودیم که خروج غیر مسئولانه و عجولانه قوای امریکا و ناتو نه تنها که در داخل کشور ما فاجعه را خواهد آوردن، بلکه منطقه را به چالش خواهد کشاندن.
خصوصا کشورهایی که مستقیما از افغانستان تا چندین دهه تهدید می شدند و منافعشان زیر فشار گرفته می شدند. جمله هندوستان، ایران، آسیای میانه، قسما روسیه و چین. بناهن روسا به هیچ وجه طرفدار از این نیستند که امریکایی ها بدون مسئولیت، بدون مشورت اینها افغانستان را ترک کنند. بلکه روسا می خواهیم بگویم که ما قسما می خواهیم در پروسه صلح افغانستان با شما باشیم، درست. منافع خود ما را هم تضمین داشته باشیم و شما باید این پروسه را و خوشبختانه که این پروسه تا حد در ماموریت های آقای خلیلزاد تا 3 سال اخیر موافقانه پیش رفتن. حضور خلیلزاد در جلسه امروزی مسکو به معنی تایید هستند که امریکایی ها و روسا در مورد افغانستان قسما هم توافق دارند و هم منافعشان اما همین آقای بایدن بود که آقای پوتین را قاتل بزرگ به نحوه عنوان کرد. دیروز هم آقای جو بایدن گفتن که ما جواب را از روسیه خواهان هستیم و روسیه را مجازات خواهد کردیم به خاطر از اینکه در انتخابات امریکا دخالت کردند. روسیه سفیر خود دیروز از مسکو واشنگتن خواستن به خاطر مشوره ولی به شکل اعتراض بودن. این حرف های سیاست های ابرقدرت های بزرگ هستند که دارن و داشتن قبلا هم، ولی در مورد افغانستان سیاست اینا کاملا از یک زاویه دیگر، از یک سیاست دیگر سرچشمه میگیرن. او سیاستی هستن که اونها دیگر در افغانستان بر جنگ سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه سرمایه گذاریشان بر اقتصاد و سیاست در افغانستان. سپاسگزار. رفت و برگشت کوتاه میگریم، دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدین. بس را با آقای حکمت پی میگیریم. آقای حکمت، در باب ماه می گروه طالبان موضعشان را به صراحت عنوان میکنند. به این باور هستند که حضور آمریکا و نیروهای آمریکایی پس از ماه می به معنای اشغال است و آنان هشدار از جنگ بزرگ را میدهند. در صورت پس از ماه می کماکان حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بماند، فکر میکنین جنگ بزرگ در راه خواهد بود؟ در صحبت های امروز آقای ملا برادر که در مسکو داشتن هم اینا به 3 موضوع اشاره داشتن و هر 3 موضوع مرتبط بودن به پروتکل یا قرارداد قطر که در قدم اولی که زندانیان باقی اینها مطابق قرارداد دوها آزاد نشدن، رهبرای طالبا از لیست سیاه و فیصله شورای امنیت نامشان بیرون نشدن و بالاخره موضوع سومی را که قسما به ایشان اشاره داشتن و که امریکایی ها تخطیهایی داشتن از قرارداد دوها، نمونه خوبشان ما میتونم بگویم که عملیات دیروز نیروهای هوایی امریکایی ها علیه سنگرهای طالبا در قندهار بودن. بناهن شما دو پیشرفت میتونین قریشی صاحب داشته باشین. اولی که یک قرارداد جدید، تفاهم جدید که خلیلزاد مصروف همه پروسه هستند بین طالبا و امریکایی ها امضا شوند، برای امریکایی ها وقت داده شوند تا اینا لوجستیک خود، پرسنل خود و بالاخره مطابق یک پروگرام دیگر، یک جدول دیگر افغانستان را ترک کنند. بله. حالت دومی که ممکن است بسیار تاسف‌آور باشند و ایستند که امریکایی ها غیر مسئولانه برخورد کنند، یک طرفه قوای خود از افغانستان بیرون نکنن، پروسه قطر باز هم نقص بسازن، در اون صورت طالبا مجبور هستند که برن به طرف جنگ. فعلا این جنگ نه تنها از طرف طالبا خواهند بود، بلکه گروه های دیگر هم با استفاده از موقع ممکن است میدان جنگ گرمتر بسازد و ما یک بهار خونی در پیش داشتیم. اگر در باب سناریوی اول یک مقدار به پیچمقای حکمت، اگر آمریکا بس حضور عدم حضور امنیتیش را در افغانستان بپذیره، آیا محتمل است و باورپذیر است که افغانستان یک بار سناریوی خونین دهه 90 را تجربه خواهد کرد؟ بعض هم دو پیشبینی میتونن که به حیث تحلیل مورد بحث باشند. اولی که امریکایی ها میتونن که پرسنل نظامی خود 100% بیرون کنن، ولی با تداوم همکاری با حمایت مالی و حمایت استخباراتی خود از تشکیل از حکمیت جدید در افغانستان ادامه بدن. در اون صورت ما نه تنهایی که یک صلح نسبی را به دست میاریم، میریم به طرف یک افغانستان جدید که در اوجا باز هم حمایت اقتصادی نه تنها ایالات متحده امریکا را، بلکه کشورهای اروپایی را، روسیه و چین
شورای منطقه را داشته باشیم. در صورتی که یه حمایت نباشند و امریکایی ها غیر مسئولانه افغانستان را ترک کنند و حمایتشان از حکومت کابل پایان ببخشند، شما متیقین باشیم که فاجعه نه تنها در کابل، در قریه قریه ای سرزمین، در دره دره ای کشور، در هر ولایت، در هر خانه متصور هستند و فعلا باید هر دو جناح حکومت و طالب متوجه ازی باشند که دستاوردی نیستن که اونا ما را صاحب یک جنگ دیگری بسازند، بلکه دستاوردی نیستن که اینها به این جنگ قسما خاتمه بدن، جرامت کنن و حاکمیت مشترکی را که در سیاست جدید آقای جو بایدن هستن به این تن بدن و پیش درست. آقای حکمت، مقامات بلند آمریکایی از جمله آقای مکنزی فرمانده سندکام، آقای جان سابکو بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان و اتحادیه اروپا از سناریوهای بد در افغانستان صحبت میکنند، از فروپاشی نظام، از اینکه جغرافیای زیاد افغانستان به دسترس گروه طالبان قرار بگیرد. از سوی دیگر آقای بایدن در نشست مونیخ خروج مسئولانه آمریکا از افغانستان را سنگش را به سینه میکوبد. به باور شما خروج مسئولانه به جانب آمریکا چگونه تعریف میشود؟ سیاست امریکا بعد از روی کار آمدن اداره آقای بایدن در واقعیت سیاست فشار است، فشار بر حکومت افغانستان و فشار بر گروه طالبان. اما فکر نمی کنید که یک جانبه گرایی را در اینجا ترجیح دادن؟ چون ما شاهد هستیم بر مبنای روح توافقنامه آمریکا با گروه طالبان، طالبان کماکان رابطهشان را با القاعده قائم ساختن. گزارش وزارت خزانه داری آمریکا مطرح میکنند. دو مثال دیروز برای شما میگم که به معنی فشار بر هر دو جانب هستند. دیروز سه نقطه گروه طالبان در قندهار بمبار شد توسط قوای ایالات متحده آمریکا. این فشار است، این یک افتار است با طالبان که سرپیچی نکنند. برای حکومت افغانستان دو روز قبل 15% تیل را با قوای امنیتی و دفاعی قطع کردن که میلیاردها افغانی هستن و یک اخطار است برای کابل که شما نمیتونید سیاست های خودسرانه را پیش ببرید، پول و حمایت از ما داشته باشین و به نام جمهوریت غصب و دوزی و سیاست ضد مصالحه و ضد جرامه را پیش ببرید. بنان فشار سیاست امریکا به معنی فشار بر هر دو گروه هستن و افغان ها منطقه و جامعه جهانی خواهان تمدید و هنوز بیشتر شدن این فشار هستند که هر دو جانب بالاخره به پروسه صلح تن دهند و بالاخره قبول کنند که با یک تازی نه جمهوریت میتونند بقا داشته باشند و نه هم گروه طالبان قابل قبول است برای مردم افغانستان، برای منطقه و برای جهان. درست. آقای حکمت، هر از گاهی بحث خروج نیروهای نظامی آمریکا و قوای خارجی را از افغانستان مطرح میکنین، جانب دیگری که مد نظر از جانب نیروهای امنیتی افغانستان و حکومت افغانستان است. آقای غنی و آقای صالح بکرات اشاره کردند که نیروهای امنیتی افغان تا این دم 95% عملیات ها را مسئولیت دارند و تا سال آینده هجری شمسی به 100% ترفیع خواهد کرد. واقعا پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا، نیروهای امنیتی با هیولای تروریسم میتونه قد و قامت بکنه؟ قوای امنیتی ما با افتخار در برابر تروریسم بیشترین بخش جنگ را تا 15 سال اخیر پیش بردن. یه حرف درست هستند. ولی وقتی که شما از جنگ داخلی صحبت میکنین، شما از یک جنگ را به تحلیل و ارزیابی میگیریم که جانب مقابلتان از شما در بین مردم بیشتر محبوبیت دارن، مردم برشان دستیاری میتن. شما در یک ولایت افغانستان، ما سه روز پیش احصایه را خواندم جناب قریشی صاحب، در یک ولایت افغانستان 23,000 طالب از مدارس دینی فارغ داشتیم و حداقل 50% طلاب حاضر هستند که تفنگ وردارن در صورتی که برایشان دستور داده شود. پس قوای امنیتی شما در جنگ داخلی به هیچ وجه نمیتونن برنده شوند در برابر تروریسم. بله، ولی اگر این دو قوت با هم یک جا شوند، شما در طی چند ماه میتونید که تروریسم و تروریست ها را از این سرزمین بیرون برانید. بنابراین جنگ داخلی برنده ندارند و جنگ با تروریسم در صورتی که مصالحه نباشند تداوم پیدا میکنند. شما هم میزبان داعش هستین، هم القاعده هستین و هم گروه های دیگری که منطقه و بالاخره همسایه ما را دارند. تاکید، یعنی شما به باور سنخای حکمت که در صورت خروج نیروهای نظامی آمریکا و قوای خارجی از افغانستان، جنگ داخلی در افغانستان یک بار دیگر کلید خواهد خورد؟
اگر شما به فرمول سیاسی دست نیاد، اگر شما جرامت نکنین، اگر شما با اساس سیاست جدید آقای جو بایدن حکیمیت تقسیم نکنین و تقسیم هم با اساس یک موافقت نامه امضا نکنین، قطعا شما به طرف جنگ میرین. حکومت که مجبور هستن جنگ کنن و طالب با استفاده از امکانات بیشتر، ما برای شما میگم که کسی که طالب به حمایه میکنن، اونا اگر ظرف کلان قوی بشری، تکنیک، سلاح، لوجستیک و حتی مالی را در اختیار دارن که چندین بار شما از طالبا شنیدین، از استخبارات پاکستان شنیدین که ما میتونیم جنگ صدها سال در برابر هر ابرقدرت در این سرزمین پیش ببریم و این واقعیت هستن. 40 سال پاکستان تانیستن که در اینجا سازمان ها و گروه های را که تحت حمایشان بودن در مقابل شوروی، در مقابل حکومت های مختلف درست حمایت کنن، میتن 40 سال دیگه هم یک کار کنن. یگانه رایی که وجود دارن و اینستن که افغان ها بین خود جور شوند و عنصر سومی بیرونی جنگ که تروریسم هستن، تروریست ها هستن، اونا را بیرون برانن. درست. آقای حکمت، چون در پایان بحث قرار داره، میخوایم جنبندی بحثتان را در رابطه با نامه آقای آنتونی بلینکن داشته باشم. فهوای نامه آقای بلینکن این بود که آمریکا تصمیمش را مبنی بر خروج نیروهای نظامی از افغانستان گرفته، حکومت جدید در افغانستان مستقر خواهد شد و در نهایت هم و رسیدن دو طرف روی یک توافق سیاسی تاکید میکند. اگر بنا باشد آمریکا افغانستان را قریب الوقوع ترک بکند، حکومت بایستی چه تمهیدات برای مهار وضعیت و کنترل وضعیت داشته باشد؟ نامه آقای آنتونی بلینکن در واقعیت جواب بودن به تقاضاهای افغان ها و تقاضاهای مکرر منطقه و جهان که در افغانستان باید یک حالت دیگری رونما شوند. در برابر طرح ایالات متحده آمریکا، سیاست فعلی ایالات متحده آمریکا و نامه آقای بلینکن، یگانه کسی که فعلا دارن مقاومت میکنن، همه ای را رد میکنن، یا گروهی کوچک در ارگ هستن، دیگه حکومت مخالفی زیستن. و یعنی آقای دکتر عبدالله را شما دیدین امروز صحبتشان در مسکو شنیدیم که اونا کاملا از پروسه صلح حمایت کردن و تغییر حکومت اگر به خاطر مصالحه باشن اونایی را تایید کردن. بنا ان 80% افغان ها تغییر میپذیرن، ولی تغییر فاجعه آمیز نه، تغییر نظامی را نه، تغییر شکست و موافقت نه، بلکه تغییر جرامه را میخواین تایید کنم. سپاسگزار جناب آقای حکمت الله حکمت، آگاه مسائل نظامی از سویدن. همچنان قابل یادآوری میدانم جناب آقای سید علیرضای محمودی قرار شرکت در بحث را با ما داشتن، اما تا اینجای کار نرسیدن. به این ترتیب مرسی به پایان برنامه تا فرصت دیگر.